وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نام الله بخشنده مهربان. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ای پیامبر، چرا چیزی را که الله بر تو حلال کرده است به خاطر خوشنودی همسرانت بر خود حرام می‌کنی؟ و بدان که در همه حال الله آمرزنده مهربان است. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. به راستی که الله شکستن سوگندهایتان را با دادن کفاره بر شما روا داشته است و الله دوستدار شماست و او دانای حکیم است. و اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حدیثا فلما نبأت به و اظهره الله علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من انبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. و هنگامی که پیامبر به بعضی از همسرانش سخنانی را به راز گفت، پس چون آن همسر آن را به دیگری خبر داد و الله او را بر آن آگاه کرد، قسمتی از آن را برای او بیان کرد و از قسمتی دیگر خودداری نمود. پس هنگامی که پیامبر او را از آن خبر داد، آن زن گفت: چه کسی این را به تو خبر داده است؟ پیامبر گفت: الله دانای آگاه مرا خبر داده است. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ای همسران پیامبر، اگر شما دو نفر به درگاه الله توبه کنید به سود شماست، بیگمان دلهایتان از حق منحرف گشته است، و اگر شما دو نفر بر علیه او همدست و متفق شوید، بدانید که الله دوست و یاور اوست و نیز جبرائیل و مردمان شایسته از مؤمنان و فرشتگان نیز بعد از آن پشتیبان و مددکار او هستند. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا. چه بسا اگر شما را طلاق دهد، پروردگارش همسرانی بهتر از شما برایش جایگزین کند که دوشیزگان یا زنان مسلمان، مؤمن، فرمان بردار، توبه کار، عبادت کننده و روزدار باشند. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره عليها ملائكة
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتان و خانواده‌تان را از آتشی که هیمه آن مردم و سنگ هاست نگه دارید، آتشی که بر آن فرشتگان خشن و سخت گیر گمارده شده، که هرگز الله را در آنچه به آنان فرمان داده نافرمانی نمی کنند و هرچه فرمان می یابند انجام می دهند. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ای کسانی که کافر شده اید، امروز عذر خواهی نکنید، جز این نیست که در برابر آنچه می کردید جزا داده می شوید. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ای کسانی که ایمان آورده اید، به سوی الله توبه کنید، توبه ای خالص. امید است پروردگارتان گناهانتان را از شما بزداید و شما را به باغ‌هایی از بهشت که نهرها زیر درختان آنجاری است وارد کند، روزی که الله پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند خار نمی کند. نورشان پیشاپیش آنان و سمت راستشان در حرکت است. میگویند پروردگارا، نور ما را به تمام و کمال برسان و ما را بیامرز، بیگمان تو بر هر چیز توانایی. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم و مأواهم جهنم و بئس المصير. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و چه بد جایگاهی است. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله برای کسانی که کافر شده اند همسر نوح و همسر لوط را مثل زده است که آن دو در نکاح دو تن از بندگان صالح ما بودند، پس به آن دو خیانت کردند و آن دو بنده صالح نتوانستند چیزی از عذاب الله را از آن دو زن دفع کنند و به آنها گفته شد همراه وارد شوندگان به آتش جهنم شما نیز وارد شوید. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. الله برای کسانی که ایمان آورده اند همسر فرعون را مثل زده است، هنگامی که گفت پروردگارا خانه ای برایم نزد خود در بهشت بساز و مرا از فرعون و کردارش نجات بده و مرا از قوم ستمگر رهایی بخش. و مریم ابنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. و نیز مریم دختر عمران را مثل زده است که شرمگاه خیش را پاک نگه داشت، پس ما از روح خود در آن دمیدیم و او کلمات پروردگارش و کتابهای او را تصدیق کرد و از فرمان برداران بود. إِنَّهَا